ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، بتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مردداران دلیر از جان به کف، سرفرازان سپاه از صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، کوس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. گنجینه خرد. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. این سخنان حکیم ابوالقاسم فردوسی است در مورد خرد و برنامه گنجینه خرد. درود و ستایش همه ما ایرانیان به یزدان پاک. درود من به همه ایرانیان نازنین و بزرگوار در چهار گوشه جهان، به ویژه عزیزان ساکن ایران و همه خاتونهای ایران که در جای جای گیتی با غرور خودشان افتخار می آفرینند. همچنین درود ویژه من به مرزداران دلیر و شجاع ایران در شمال، جنوب، مشرق و مغرب که در طول هزاره های عمر این سرزمین قهرمانخیز از مرزهای پرگوهر پاسداری و نگاهبانی کردن. امروز روز آدینه 27 مرداد ماه 2571 ایرانی و 1391 عربی و 17 آگست 2012 میلادی است. من شادمانم که به همراه کارگردان فنی برنامه آقای مهندس روزبه در این ساعت پیش از نیم روز با تقدیم برنامه گنجینه خرد میهمان خانه های گرم، پرمه و نوازشگر شما هستیم. برنامه گنجینه خرد یادگاری است از زنده یاد استاد دکتر رضا فاضلی در جهت معرفی کتاب های خردگرایی و خرافه زدایی فرهنگی و آموزشی که من در تلاشم راه آن مرد خردمند را ادامه بخشم، به امید اینکه شما نیز خواهان و خریدار این تلاش همه جانبه ما باشید. توضیحاً این برنامه تحت هیچ شرایطی قصد توهین به هیچ یک از ادیان، اعتقادات و باورهای هم میهنان ارجمند را ندارد، بلکه
روشنگر چراغی است جهت روشنایی راه زندگی پرپیچ و خم شما که در هر گوشه آن دیوی به نام آخوند، ربای، کشیش، ملا و و و جهت به دام انداختن شما کمین نموده و تلاش هزاران ساله دارند که شما را در قهقرای دره نادانی و بیخبری و بیخردی نگه دارند. هدف ما جلب توجه شما به آخوندهای عمامه‌ای، کلاهی، کراواتی، ریشدار، بیریش است که انواع و اقسام آن را در تلویزیون‌های ایرانی به وفور شاهد هستید. توضیحاً شما را به بنگاه‌های ایمان، تلویزیون‌های اسلامی و حتی نیناشناسی جلب می‌کنم. فردا روز 28 مرداد ماه، روز رستاخیز قهرمانانه ملت ایران در 1332 یعنی 59 سال پیش می باشد. اگر این رستاخیز به پیروزی ملت نینجامیده بود، ما از 59 سال پیش به این دره فلاکت افتاده بودیم، یعنی در دام توده‌ای و مصدقی که خوشبختانه با بیداری مردم و پادشاه فرهیخته ما آریامهر بزرگ این فتنه خونسا و ایران 25 سالی روی نیکبختی و شادکامی را به خود دید. لکن در سال 57 با اتحاد سرخ و سیاه یعنی آخوند و توده‌ای و مصدقی، جبهه ملی و نهضت آزادی، مجاهد و روشنفکر و قصاب و حلبی ساز و بارفروش و شاگرد شوفر و مشابه و خائنین و بیوطنانی چون ابراهیم یزدی، بنی صدر، قدزاده، بازرگان، حادثه جوادی ها، سروش ها، تریتا پارسی ها و و و به قعر دره ذلت و خاری افتادیم. و نه تنها زیر یوغ روس که در 25 مرداد خیال داشتن این کار رو بکنن، که زیر شلاق چینی ها و خفت‌آورتر از همه زیر نعلین عرب ها و همه کشورهای عقب مانده و بی فرهنگ له شدیم. باشد آن روزی که ملت دوباره از جای برخیزن و بر اهریمنان سیاه دل پیروز گردن. بینندگان عزیز، ایرانیان فرزانه، یاران، عزیزان، مهربانان، به خودتان مهر بورزید، کتاب تهیه کنید، کتاب بخوانید، کتاب هدیه دهید. به جای هر وسیله یا گل و غیره چند جلد کتاب هدیه دهید. تاریخ مملکت و دین خود را از زبان خردمندان و ایرانیان باشعور دوباره خوانی کنید تا از این منجلاب فقر مالی، فقر فرهنگی و به ویژه فقر اخلاقی نجات پیدا کنید. ضمناً با خرید کتاب از تلویزیون ایران آریایی نه تنها به خودتون کمک میکنید، بلکه به هموطنان خودتون، به نزدیکان خودتون و به ویژه به این تلویزیون کمک و مساعدت خواهید فرمود. امروز چند خبر جالب دارم که اینجا یادداشت کردم و از روی یادداشتم براتون میخونم. یکی چند خبر جالب، یکی این که شنیدم دیروز که در ایران تعداد 1400 دکل آنتن پخش امواج رادیویی، یعنی بر نمیدونم چه اشعه ایست که یا چه امواجیست که پخش میکنن که صدای رادیو تلویزیون های خارج کشور رو و اونایی که غیر خودی هستن رو تو درش اخلال به وجود بیارن و دیگه کسی نتونه ببینه. جهت از بین بردن امواج رادیوی تلویزیونی که مردم گمراه نشون از راه اسلام صحراهای حجاز. فقط بیشتر مردم دچار سرطان‌های مغزی و سایر قسمت‌های غیر استفاده بدن مثل ریه و قلب و غیره بشوند. 1400
دکل و آنتن جهت پخش این اشعه است که فقط سرطان زاست. یک خبر دیگه این که دیروز شنیدم که مبلغ ناچیز 250 میلیارد دلار که میشه معادل 500 هزار میلیارد تومان و برابر 50 کاتریلیون ریال، یعنی یه 50 بنویسید 16 تا صفر بذاری جلوش، یه همچین مبلغی رو در ظرف 10 سال دوستان زدن تو گوشش بابت مستضعفان و به حسابهای بانکی خودشون واریز کردن توسط یونیون استاندارد بانک که یقشون گیر کرده، ولی بانک رو 340 میلیون دلار جریمه کردن که خب اون جریمه رو از پول ملت ایران میدن، مشکلی نیست، ولی 250 میلیارد دلار در ظرف 10 سال تازه این یه گوشه. این میگم اینا چیزایی که گیر میکنه، مثل اون 3000 میلیارد تومانی که میشه 3 میلیارد دلار. رقما سابق همش بالاترین رقم 1000 بود، حتی ما میلیون نمیشنیدیم، حالا دیگه میلیارد و بیلیون و تریلیون و نمیدونم کاتریلیون و سنگ تریلیون، اصلا دیگه قابل شمارش نیست. راجب زلزله اخیر ایران مجدداً ضمن تسلیت به همه مردم ایران و به ویژه آذربایجانی های عزیز، یک خبر مسرت بخش که وزیر کشور گفته همه خرابی ها را ظرف 2 ماه می سازیم و نگران نباشید. دقیقا مثل زلزله بم که در حدود 10 سال گذشته همه ترمیم شده، ولی هنوز تعداد زیادی در خیابان‌ها و زیر پل‌ها می‌خوابند. حالا اگر این زلزله اخیر در فلسطین یا لبنان یا نم غزه یا دور و بر حماس و نمی‌دونم لبنان اینجا افتاده بود، خدا می‌دونه که چه می‌کردن و چه واحدهایی می‌فرستادن. الان حتی پاسدارا از جلوی مردم عادی که دارن با نهایت صمیمیت و بزرگواری به سب هدایای خودشون و لباس و خوراک و این چیزو میبرن، اجازه نمیدن اینا رو ببرن توی مردم تقسیم کنن، خودشون میگیرن، حتما از چیزایی به درد بخور داشته باشه برمیدارن آشغالش هم میریزن اونجا. بعجت گفتن که این کارو میکنن که به خیالتون راحت باشه از این درد. بعد یک خبر خیلی جالب برای اینکه واقعا برای مداوای مردم، میگه در اهر، اینا اخبار کوچولویی که من دیروز پیروز شنیدم یادداشت کردم بهتون میگم، بعدم میریم سر برنامه خودم. در اهر 401 امامزاده و زیارتگاه داریم، ولی یک دونه درمانگاه داریم. 401 زیارتگاه و امامزاده داریم. گفتم قبلا تمام عربای 1400 سال پیش بچه‌هاشون رو جهت ادامه تحصیل می‌فرستادن به ایران و بعدم همونجا می‌مردن و همونجا می‌کردنشون زیر خاک. یک ده دیگر هست که میگه که نمی‌دونم اسم ده چیه، 50 زیارتگاه داره و امامزاده یک دونه درمانگاه نداره. 50 تا زیارتگاه، یعنی شما هر مشکل بیماری هم که داشته باشی بری تو امامزاده با درخواست، خیلی زود انجام میشه و دیگه مشکلی نیست، به این دلیل اصلا درمانگاه نداره اونجا، فقط زیارتگاه داره. میگه به طور کلی در آذربایجان، حالا نمیدونم رقم دارن، دیروز شنیدم، امیدوارم درست باشه، 470 امامزاده داریم و شاید 5 یا 6 درمانگاه در آذربایجان، که البته لازم هم نیست چون امامزاده ها همه بیماری ها رو معالجه میکنن، بخش های خصوص داره، به خصوص مثلا یه امامزاده در مورد بیماری های قلبیه، یه امامزاده در مورد بیماری های استخوانیه، یکی در مورد سرطانه، تمام هر کدوم برین همونجا فقط یه نسخه میدن و مسئله حل میشه. یه ویدیو کلیپی حالا میخوایم بهتون نشون بدیم، یک خبر مسرت بخشه که به وسیله یک آخوند اعلام شده، خیال همه رو راحت کرده ایشون، گفته که
مردم از دولت توقعی نداشته باشن، خودتون به خودتون کمک کنین. یعنی خانم ها آقایون ببینید که دولت در همه جا خودشو میکشه کنار، فقط دولت ما دولت به حساب موافق و پشتیبان فلسطین و حزب الله و لبنان و سوریه و غیره است. و یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، میگم زیرا حکومت ملاها فقط نگران وضع مزاجی فلسطینی ها، حماسی ها، حزب اللهی ها، لبنانی ها و سوریه و قسمتی از عراق و بعضی از کشورهای آفریقایی هستند. حالا درست در حالی که در محل زلزله های خودمون در اون اهر و در این طرف اون طرف آمبولانسی وجود نداره یا یه دونه دو تا دونه آمبولانس هست، گویا تعدادش دقیق نمیدونم ولی بالای 15-20 تا حدود 30 تا آمبولانس نو درجه یک ساختن با تمام تجهیزات کامل و فرستادن به برای بشار اسد که سربازاش و اینا که زخمی میشن با این آمبولانس ها برسونن به بیمارستان، نه برای مردم که کشته میشن و زخمی میشن، برای سربازای آقای بشار اسد. اینم یک خبر. حالا اگر که فرصتی بشه فقط این سخنان این آخوند نازنین رو براتون پخش بکنن، میبینید که با چه صراحتی داره میگه که از دولت توقعی نداشته باشید. اونو با هم میبینیم و به برنامه‌مون ادامه میدیم. واقعش افرادی که مصیبت میبینن یا امتحانی پیش میاد، اینها عبرت هستن برای بقیه. ما با صدقه و با کارهای خیر این بلاها رو بیشتر دفع بکنیم. اینا امتحانهای الهیه و عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدمات دیدن، به امید کمک دولت و دیگران نباشن، خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارن از نظر معنوی و مادی کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. و ما هم دعاگوشون هستیم و این زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بستگانشون در این حادثه صدمات دیدن، به امید کمک دولت و دیگران نباشن، خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارن از نظر معنوی و مادی کمک بکنن که مشکلات عزیزانی که ماندن حل بشه انشالله. و ما هم دعاگوشون هستیم و این زلزله ها واقعا یک یاداوری هم باید باشه برای زلزله بزرگ قیامت. میدونید یکی از سورهای قرآن به نام زلزاله، این زلزله ها تمام شدنیه و بیرون آمدن از قفس دنیا و بدن هست، ولی مهمترین موضوع زلزله قیامتی که انشالله هشدارهایی است که ما خودمون رو آماده کنیم برای اون زلزله بزرگ و خودمون رو بسازیم که انشالله اونجا برامون خطری تهدید نکنه انشالله. خیلی خوب، نکات جالبی بود و شنیدنی و انشالله هممون توجه به این نکاتی که آقای فرهزاد اشاره کردن داشته باشیم. اگر یادتون باشه بحث ما در مورد اخلاق بود، در مورد بد اخلاقی و خوش اخلاقی، نکاتی رو قرار شد آقای فرهزاد در این جلسه بفرمایند که ما با سپاس از کارگردان عزیز خیلی ممنون. دیدین که با چه صراحتی این آخوند گفت که آقا از دولت من نمیدونم، پس مردم پس از کی باید توقع داشته باشن؟ یک جمهوری اگر باشه، یعنی هر دولتی فقط وظیفش اینه که به مردم خودش واقعا سرویس بده. یعنی دولتی ها، دولت مردان، اینا از خدمتگزاران مردم باید باشن. در حقیقت مردم دارن پول اینا رو میدن که اینا نوکری مردم رو بکنن، کارگری مردم رو بکنن. ولی این آخونده میگه نه، از ما فقط پول برای خودمون، زن و بچه خودمون، فک و فامیل خودمون و فلسطینی های عزیز و لبنانی ها و نمیدونم غیره برمیداریم. این خیالتون راحت بشه. پیش از اینکه به کتاب ها برسیم، طبق معمول من قرار شده که در تمام برنامه ها تا اونجا که هستم در خدمتون این دو تا مسئله رو اعلام کنم. یکی در مورد خواهش میکنم که اسامی غیر ایرانی خودتون رو اگر براتون امکان داره و اگر علاقه مندید عوض کنید. هیچ قومی، هیچ ملتی، هیچ کشوری مردمش اسامی کسانی که بهشون تاختن، گردناشون رو زدن، به زن و بچه هاشون تجاوز کردن، اسم اونا رو روی خودش و بچه هاش نمیذاره. همه که سعی میکنن
از اسامی اساطیری خودشون، از داستانهای خودشون، از بزرگان خودشون استفاده کنن. مثلا خدمتتون عرض کردم قبلا در تاجیکستان رئیس جمهور، اینو همیشه گفتم بازم میگم، در تاجیکستان رئیس جمهور یک لایحه داده به مجلس، تصویب شده و گفتن که هیچ کس دیگه حق نداره اسامی غیر از اسامی شاهنامه فردوسی برای خودش بگذاره. اینو یادتون باشه. ما هم من این چند تا اسم نوشتم یادم میره عوض کنم، ولی بازم میخونم براتون، خیلی جالبه. ببینید، به جای فاطمه سلطان بذارین شیرین، به جای رقیه سلطان بذارید آتوسا. اینا رقیه سلطان و فاطمه سلطان، اینا عربیه. به جای کلثوم ننه بذارید آرتمیس، یکی از سرداران بزرگ ایرانی، خانوم بوده ولی فرمانده ناوگان بوده. به جای خدیجه بگم بذارید گرد آفرید، یک قهرمان ایرانی در داستانهای شاهنامه که کتابش هم اینجا داریم، آقای قوی دل نوشتن، یعنی از شاهنامه گرفتن، بسیار زیباست و آماده تقدیم به شماست. به جای زهرا بذارید رودابه، به جای فاطمه بگم بذارید تهمینه، به جای بتول بذارید آرتادخت. مردمون، به جای چنگیز که به ما حمله کرد و خون ریخت سالها بر ما حکومت کردن، خیلی متاسفم خیلی اسمشون چنگیزه، بذارید شاپور. به جای اسکندر بذارید کوروش. غلام حسن و غلام حسین و غلام علی و غلام عربها بذارید آرش و بابک و جمشید و غیره. این یادتون باشه. یک مورد دیگه که بازم قرار همه هفته بگم در مورد تقویم ایرانیه. خواهش میکنم که از شرکت کتاب که بخصوص تقویم ها رو چاپ میکنن، از آقای خلیلی بخواید که تقویم، یه تقویم برای بنیاد ایمان چاپ کنن، یه تقویم برای ایرانیای ایران دوست. در تقویم شرکت کتاب هم 16 تا امام و امومزاده و همومزایمون و نمیدونم چی فلان اینا هست، ولی اسم پادشاهان اخیر ایران محمد رضا شاه و رضا شاه کبیر نیست. باعث شرمساریه. نخرید اون تقویم رو، برگردونید و بگید ما تقویم ایرانی میخواییم. عرضم به حضورتون که من 4 تا DVD داریم که من همیشه اشتباه هم میگفتم اگر 4 تایی رو بخرید به $100 میدیم. الان منو تصحیح کردن و گفتن که نه اینطور نیست، ما 2 تا DVD داریم، یکی ایران طبیعت و تمدن و طبیعت، یکی هم ایران قدیمی تر از تاریخ یا کهن تر از تاریخ. این 2 DVD هر کدوم نزدیک 3 ساعته و از تمام آثار باستانی ایران، ایرانو به شما نشون میده. برای بچه های شما بسیار ارزنده است، بسیار لازمه که بدونن ایرانو، تاریخ ایرانو، پادشاهانشو و تمام سلسله هایی که در ایران خدمت کردن، یا خوب بودن یا بد بودن، به هر جهت تمام اینها رو به شما نشون میده و این لازمه برای بچه هاتون. اینا دوتاشو هر دونه $50، ولی اگر این دوتا رو با هم اردر بدین دوتایی رو $50 بهتون میدن. یک فیلم داریم به نام زرتوش دوباره متولد میشود. این لازمه واقعا که اصلا دین زرتوش رو بدونی چیه، دین و چه به حساب سلسله مراتبی داره و چه از گذرگاه های تاریخ چگونه عبور کرده و به امروز رسیده. اینم $50. یک فیلم سینمایی هم داریم 1 ساعت و 20 دقیقه در مورد گوشه های ناگفته گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در سال 58 که میدونید یک عده لاتالود به اسم دانشجویان خط امام رفتن گرفتن و 444 روز اونها رو نگه داشتن. این گوشه های تاریک رو در این فیلم که به صورت یه فیلم سینمایی و هنرپیشه بسیار زیبایی هم به نام خانم نوئل در اون بازی میکنه، فیلم رو به شما
ارائه میدن، اینم 50 دلار. یک دیویدی 3 ساعته داریم اخیراً اومده که واقعاً این دیویدی تماشایی است. من اینو توصیه میکنم به همه عزیزان، این دیویدی هست به نام دیولوشن، یعنی فروپاشی، که چگونه ایران با انقلاب 57 یا با فتنه 57 چگونه فروپاشیده شد، چگونه از هم همه پایه هایی که سالهای سال زحمت کشیده بودند برای استواری اون مملکت ساخته بودند به وسیله یک مش خائن روی هم ریخ، از بین رفت. این فیلمو شاید گوشه هایشو داشته باشن بهتون نشون بدن، شاید هم که نه. برجهت قرار بود امروز تهیه کننده این مثل روز سه‌شنبه آقای راد بهارلو بیاد پیش من که یه نیم ساعت دوم با هم باشیم، ولی مثل این که فکر میکنم تو ترافیک گیر کرده، هنوز نتونسته خودشو برسونه. به هر جهت اگر اومد که میشینیم با هم، اگر نه که من برنامه ما ادامه میدم. این فیلم رو توصیه میکنم که 3 ساعت فیلم قیمتش 50 دلاره، ضمناً به 2 زبانه، یکی به زبان انگلیسی است که خود آقای راد بهارلو پسر آقای احمد رضا بهارلو گوینده و برنامه ساز معروف رادیو تلویزیون در صدای آمریکا و سالها سابقه داره این مرد، میدونین همتون، فارسیش آقای احمد رضا بهارلو صحبت کردن، آقای بهارلوی بزرگ، و انگلیسیش راد، اون جوان 36 ساله نازنینی که من سه شنبه آوردمش تو برنامه‌ام و چقدر مورد استقبال واقع شد و چقدر به خودش تلفن زده بودن، چقدر به من تلفن زدن، و از دیدار این جوان که واقعا یه جوانی که 36 سالشه در آمریکا در واشنگتن متولد شده و این چنین ایرانیه، این چنین به فکر سربلندی ایران و به فکر تاریخ ایران و روشن کردن گوشه‌های تاریک این انقلابه که با این فیلم مستندش، بسیار فیلم مستنده، هر چیزی که میگه از خود اون گوینده است. مثلا اگر از کارتر یا از اعلیحضرت یا از نمیدونم سولیوان یا هر کس داره صحبت میکنه، دقیقا از فیلمشو پخش میکنه و صدای خودشو به شما نشون میده. این توصیه میکنم، خواهش میکنم همه این فیلمو بگیرید و ببینید، دیدنیه برای بچه هاتون، به خصوص اونایی که فارسی نمیدونن انگلیسی براشون بگیرید و انگلیسی پخش کنید. به ما تعداد زیادیشو آوردن، یعنی قرار پولشو بدیم خدمتشون، نه اینکه مجانی نه، ولی یه پول کمی و یه چیز کوچیکی هم تهش میمونه برای روشن نگه داشتن چراغ این تلویزیون ایرانی و ملی. من یه سی دی دارم که بارها گفتم این مربوط سمیناری است در مورد خلیج فارس که آقای دکتر استاد ارجمندم دکتر صمدانی رئیس دانشگاه امریکن گلوبال یونیورسیتی در اختیار ما گذاشتن. این 2 جلد کتاب در مورد یک سمینار در 1341 مهر 1341 به فرمان شاهنشاه آریامهر این سمینار تشکیل شده. 23 نفر از محققین و دانشمندان بزرگ ایران در مورد خلیج فارس، در مورد گوش و کنارش، عمقش، اندازش، کی بوده از سالهای قبل، دست چه کسانی بوده، الان چی هست، اینا تمام اینا رو در 2 جلد کتابش گرون در میاد، ولی سیدیشو به قیمت 30 دلار خدمت شما تقدیم میکنیم که بذارید روی کامپیوتر و 2 جلد کتاب که یه چیزی حدود 600 صفحه هست و مطالعه کنید و به گوشه و کنار و تمام زوایای خلیج فارس آشنا بشید. در همین جور که خدمتتون هم عرض کردم، در آغاز این سمینار وزیر وقت جناب دکتر پرویز ناتل خانلری، شاعر بزرگ ایران که میدونین یک اثر بسیار معجزه آسا و زیبایی داره به نام عقاب که اینو حتما یه روز میارم براتون با صدای آقای دکتر قرچه‌داغی میارم براتون پخش میکنم، اینو در اولش صحبت کردن. ماهنامه بیداری رو یادتون نره. بعد کتاب های دیگه داریم که من خواهش میکنم که صورت کتاب های ما رو کارگردان نازنینمون نشون بدن، منم روش همجور دونه دونه هر کدوم که لازم هست خدمتون یک گزارشی تقدیم میکنم. من آهنگ بسیار زیبایی هم روی این
روی این کتاب ها هست که تقدیم حضور شما میشه. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. این شاهنامه فردوسیه که تقدیم حضورتون داره میشه، عکسش. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که من هفته پیشم گفتم و اتفاقا چقدر مورد استقبال واقع شد این، و اینه که به این کتاب‌های اعلیحضرت ببینید، حالا دونه دونه توضیح میدم. ما یه دونه شاهنامه فردوسی داشتیم که به نظر من کتاب مقدس ما بود، حالا این یه دونه شده 6 تا. به این ترتیب که شما باید در کتابخونه‌تون، به خصوص در کتابخونه اتاق خوابتون، در گوشه اتاق خوابتون کتابخونه‌ای باشه که 6 تا کتاب مقدس بشه. یکی شاهنامه فردوسی است که همیشه باید سر سفره نوروزمون، سر سفره هفت‌سینمون بذاریم، که این کتاب مقدس‌ترین کتابه به نظر من برای ما ایرانی ها، که ایرانی رو واقعا زنده کرده، که میگه که بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، که واقعا اگر فردوسی نبود، اگر کتاب شاهنامه نبود، ما فکر نمی کنم که ما به هیچ جا می رسیدیم و الان هممون مثل مصر و مثل سوریه و مثل غیره عربی باید علال می کردیم، که خوشبختانه به خاطر این مرد بزرگ، این خدای ایران، ما هنوز پارسی صحبت میکنیم، گرچه حکومت الان داره تلاش میکنه که ما مجدد برگردیم به عربی، ولی ملت ایران این اجازه رو نمیدن. داشتم عرض میکردم شاهنامه فردوسی به اضافه 4 کتاب که از اعلی حضرت شاهنشاه آریامه هست، این 4 کتاب که من اسامیشو خدمتون میگم، یکی اولین کتابشون هست مأموریت برای وطنم، عکسشو دیدین قبلا، بعد انقلاب سفید هست، بعد به سوی دروازه های تمدن هست، و 4مش پاسخ به تاریخ. این 4 تا از اعلی حضرت. به اضافه اخیراً یک شاهنامه بسیار زیبا اضافه شده به اینا به نام شاهنامه پهلوی، که 1200 یا 1800 دقیقاً رقم یادم نیست، عکس از خانه، از آلبوم های خانوادگی اعلی حضرت حسین، یعنی از اولیا حضرت فرح، شهبانوی ایران و یا شاهزاده های نازنین و یا فامیل، برادران و غیره، این در این کتاب چاپ شده و خانم منصوره پیرنیا و به همراه شوهرشون این کتاب رو تنظیم کردن. این بسیار زیباست، این برای هر خانه ایرانی من فکر میکنم که لازمه که شما ببینید که چه کسانی بر ما حکومت میکردن و چقدر زندگی ساده و نازنی میگردن. شما الان وقتی که مردم میرن به کاخهای علازت بازی کاخهای خیابون کاخش که اون آخوند خامنه ای توش داره زندگی میکنه، ولی این کاخهای دیگه هست که مثل که در کاخ سعدآباد کجا هست برای تماشا بودن مردم میرن، اصلا تعجب میکنن که چطوری میشه این خونه شاه بوده، خونه ای که ولی حالا شما دلم میخواد که به خونه رفسنجانی یا خامنه ای که فلان تو کاخ ها میشینه، و یا سایر آخونها برین، 2000-3000 متر ساختمان داره، فقط استخر توی ساختمان داره، جکوزی، تشکیلات باش، با این ماشینایی که توی پیست گلف میرن از اون ماشینا باش رد میشن، 2 طبقه است ولی آسانسور داره، اصلا دیدنی است، یعنی چیزای اعجاب آوری است خونه هایی که الان آخونده توش میشینن. این همون کتاب خلیج فارسی است که خدمتون عرض کردم که من به صورت CD دارم. یکی از نویسندگان بسیار نازنین ما آقای مهدی شمشیری هستند که میدونید استاد بزرگواری است، سالها در این راه به قول عوام استخون خورد کرده و زحمت کشیده و کتاب‌هایی نوشته، 18 جلد کتاب نوشته، به عنوان مثال 5 جلدش در مورد آقای دکتر محمد مصدقه، که اصلا این کی بوده، از کجا اومده، از آغاز زندگیش و طفولیتش گفته تا
آخر سرانجامش که به چه وضعی بود و کارهای خوب شایسته و یا بد یا بدی که کرده، ایشون تمامو با ذره‌بین و با مدرک و دلیل قانع کننده برای شما نوشت. کتابی در مورد رضا شاه بزرگ داره، کتابی در مورد پادشاهان قاجار داره، کتابی چند تا کتاب در مورد دین اسلام و اشکالاتی که داره. این کتابی که الان دارین عکسش می‌بینین از آقای فرخزاده و به نام خونیاگر در خون. اینم آقای رئیس جمهوره که اگر رضا شاه نبود الان ایشون باید با این شغل نازنین، یعنی تنها شغلی است که به این نازنین میمد که دیدین چقدر قشنگ بود. کتاب آقای امیر اسلان افشار، کتاب آقای پرویز ثابتی، اینها همه در اختیار ما هست که برای شما تقدیم خواهیم کرد. حالا دیگه میتونیم که برگردیم به صحنه و من از یکی از کتاب ها خدمت، خیلی ممنونم. من از کتاب هایی که امروز یک کتاب اخیراً گرفتم میخوام خدمت شما معرفی کنم. اصلا دیشب یه 10-20 صفحه خوندم، اصلا بی نظیر این کتاب، واقعا خوندنیه. کتابیست به نام با پدرم رضا شاه با برادرم محمد رضا شاه. این کتابی که خدمتتون عرض میکنم من هفته پیش خریدم و از دیروز شروع کردم به خوندن. این گفتگوییست با والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، تهیه و تنظیم آقای ایمان انصاری، نه اون انصاریه که آدم خائنی بود و چقدر این خانواده بهش محبت کردن و با چه رذالتی پاسخ داد. این بسیار جالب کتاب براتون. من فقط عنوان اول کتابو که خود والا حضرت غلامرضا پهلوی نوشتن خدمتتون میگم. ببینید که با چه عنوانی کتابو شروع کردن. یادتون باشه اسم کتاب هست با پدرم رضا شاه با برادرم محمد رضا شاه. میگه به روان پدرم، کتابو دارن تقدیم میکنن، حالا میگه به چه کسایی دارن تقدیم میکنن. به روان پدرم اعلی حضرت رضا شاه کبیر و مادرم ملک توران امیر سلیمانی و همه پدران و مادرانی که پایه‌های مستحکم ایران نوین را بنا نهادند. میدونید که از مادر جدا هستند اعلی حضرت و شاپور غلامرضا. به روان برادرم اعلی حضرت محمد رضا شاه آریامهر و همه برادران و خواهران ایرانیم که پایه‌های سیاسی و اقتصادی ایران را بنا نهادند. به روان خواهرزاده نازنینم والاگوهر ناخدا شهریار شفیق که میدونین ناجوان مردانه در فرانسه ترور شد به وسیله جمهوری اسلامی، یعنی یکی از کسانی بود که جیگر داشت و ممکن بود یه روزی یه کاری انجام بده کشتن. یعنی تمام کسانی که احتمال داشت که کاری بکنن اینا رو به دستور بیگانان کشتن. ناخدا شفیق و همه افسران و سربازان دلاور ارتش شاهنشاهی ایران که در راه استقلال ایران جان باختند. به همسرم والا حضرت منیژه و همه زنان ایران برای سربلندی دیروز و مبارزه آشکار امروزشان. به روان برادرزاده نازنینم شاه دخت لیلا و همه دختران و پسرانی که به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. البته زمانی که کتاب نوشته شده بود هنوز شاهزاده علیرضا پهلوی هنوز اون سانحه براشون اتفاق نیفتاده بود. به فرزندانم بهمن، مریم، آذردخت و بهرام، اسامی رو ببینید، یک دونه دیگه محمد و علی یا حسن و حسین و اینا توش نیست. به فرزندانم دوباره میخونم: بهمن، مریم، آذردخت و بهرام،
و همه فرزندان ایران زمین که با تلاش خود کشور ما را از این شب تاریک به صبح روشن خواهند رساند. ببینید همه امیدوارن. به نوه‌های عزیزم نازبانو، اسامی رو ببینید، نازبانو، رستم، سیروس، داریوش، کامران و دالیا و همه نسل جوان سرزمینم که ایران آزاد فردا را دوباره سربلند و آباد خواهند ساخت. غلام رضا پهلوی. مرسی از این شاهزاده بزرگ و این والا حضرت. کتاب بسیار زیباست. آغازش رو از خود اعلی حضرت رضا شاه نوشتن که من یه گوشه ایش رو براتون میخونم، همینجور لابلاش رو اینا رو هایلایت کردم براتون میخونم، یه چند خطیش رو ببینید که چقدر زیباست و چقدر لازمه. و این کتابیست که دیگه به قوله عوام یا به قوله ما خلاص دهاتی ها مولا درزش نمیره، یعنی اینو فرزند پادشاه نوشته، دیگه این نیست که دروغ باشه یا از کسی شنیده باشه. این کتابا رو باید بخونید و تاریخ خودتون رو بشناسید. میگه پدرم از یک خانواده قدیمی شمال ایران بودن، خانواده‌ای که منظورشون رضا شاه کبیره، خانواده‌ای که خدمتگزاران بسیاری برای ایران داشته است اما مریدان بیچون و چرا نداشته است. آنها خدمت پادشاهان را بی درخواست و چشم داشتی برای خدمت به ایران میپذیرفتند. مردانی بودند زاده جنگل‌های سرسبز و کوهستان‌های مرتفع، مغرور و سربلند که بیشترشان در گارد مخصوص شاه یا در آرتش به مملکت خود خدمت میکردن. این از خانوادهشون. حالا از خود رضا شاه بزرگوار. پدرم در تاریخ 24 اسفند 1256، اینو در تقویمایی که از شرکت کتاب گرفتین یادداشت کنید، 24 اسفند تولد روزی است که رضا شاه کبیر به دنیا آمده. ما تولد ببخشید تولد علی رو داریم، حسن رو داریم، حسین رو داریم، عبدالله رو داریم، امام زین العابدین بیمار رو داریم، 11 12 13 همه، خمینی رو داریم، خامنه‌ای، ولی اسم رضا شاه توی اون تقویم نیست. اون تقویم رو نخرید، پرت کنید دور. پدرم در تاریخ 24 اسفند، یادتون نره تو تقویمتون یادداشت کنید، در تاریخ 24 اسفند 56 شمسی به دنیا آمد. پدر بزرگم عباس قلی خان در ارتش درجه سلطانی داشت. سلطانی یعنی سرهنگی. پدر رضا شاه کبیرم همچین آدم پیش پا افتاده ای نبوده، پدرشون هم سرهنگ بودن، سرهنگ اون زمان. مادر بزرگم نوشافرین از یک خانواده گرجی بود که پس از حمله روس‌ها و اشغال قفقاز و دیگر شهرهای مرزی در زمان فتح علی شاه به تهران پناه آورده بودند. آنها در آلاشت سوادکوه در خانه کاهگلی ساده‌ای که با کرسی گرم می‌شد زندگی می‌کردند. زندگی رضا شاه میگه. ولی هیچ کدوم از آخوندهای ما از این زندگی رو نداشتن، همشون در رفاه بودن، پول مفت رو میگرفتن، میخوردن از ساواک و بعدم دیدیم که چه به روز ایران آوردن. ایران آن روزگار فقیر و عقب مانده بود و حتی همین خانه بسیار ساده هم چشمگیر و از خانه های خوب آلاشت به شمار می آمد. دهات سوادکوه که در جنگل های آلاشت و در منطقه زیبایی از مازندران میان انبوه درختان به هم پیچیده که میگن الان تمام اینا رو بریدن، همه رو این پاسدارا گرفتن، قطع قطعهایی بزرگ کردن، چند ده هزار متری خونه و ویلا ساختن، دیگه اثری از اون جنگل و اینا یواش یواش نیست. درختان به هم پیچیده بین تهران و دریای خزر واقع شده است، مانند بسیاری از مناطق دیگر ایران. صورتی بسیار ابتدایی داشت،
ثروت کشاورزان تنها چند بز و گوسفند و گاو بود و آلاشت که در بالاترین نقطه کوهستان پردرخت قرار داشت به کلی از دیگر دهکده ها جدا مانده و در واقع به فراموشی سپرده شد. با درگذشت پدر بزرگم مادر بزرگم نوشافرین چیکار کرد و چیکار کرد اینا، حالا اینجا میگذریم میام جلو، بعد از اینجا براتون میخونم. میگه که بعد مامانشون یعنی مادر رضا شاه بچه رو برمیدارن اونجا که دیگه از سرما و گرما و بسا پدرش که میره یعنی شوهرش که میمیره برمیداره میاره تهران. میگه در اولین دهکده‌ای که بعد در راه در سر گردنه امامزاده هاشم به قدری سرد بوده و یخ و یخبندان بوده که رضا شاه کوچولو به صورت گویا مثل که چندین ماهه بوده به حالت تقریبا اصلا یخ میزنه و همه میگن مرده. حالا میارنش توی یه جای میگه سر گردنه امامزاده هاشم در ارتفاع 3000 متری قلب نوزاد از شدت سرما ایستاد و رخسارش کبود شد، کودک مرده بود و جز معجزه به هیچ چیز نمیشد امید داشت و این معجزه به وقوع پیوست. در اولین دهکده قنداق نوزاد کبود شده را کنار اجاقی گذاشتن، حرارت آتش رنگ به چهره نوزاد باز آورد و کودک با معجزه آتش نجات یافت. نوشافرین چند روزی نیز تا پایین آمدن تب نوزاد همانجا ماند و پس از آن روانه تهران شد. اراده نیرومند این مادر جوان و نگهداری نوزادی که همه از او امید برگرفته بودند تحسین برانگیز بود. برادر نوشافرین پزشکی بود در خدمت کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه پادشاه ایران و مادر و پسر پس از آن همه دشواری ها و مرارت ها زندگی آسوده‌ای با کمک خانواده برادر پیدا کرد. این کتاب بسیار زیباست. این زندگی اعلیحضرت رضا شاه کبیر رو از آغاز براتون توضیح میده و این دیگه دست اول و بهترین کتابیست که شما میتونید از زندگی رضا شاه و محمد رضا شاه، چون کسیست که خونش از این هاست، هم خون این نازنینا بوده و همیشه در با هم بودن اینا و تمام حوادث رو به صورت کامل برای شما توضیح میده. اینو توصیه میکنم این کتابو بخونید. کتاب دیگری بود که هفته پیش براتون خوندم، از یادتون نره، کتابای آقای هوشنگ معین‌زاده، دوست و یار و هملباس نازنین من، که به نظر من یکی از شیرین قلم ترین نویسنده هاست. 8 جلد کتاب داره. همیشه براتون گفتم اگر 8 جلد کتابشون رو بخواین خوندنیه. هر کدومش دست بگیرین من قول میدم بهتون یکیش به عنوان نمونه بخرید، از هر جا فرق نمیکنه، البته از ما بخرید بهتره. اگر بخرید قول بهتون میدم 10 صفحه‌شو بخونید دیگه نمیتونید زمین بذارید، مجبور میشین که در 1 روز یا 2 روز حد اکثر کتاب رو به پایان برسونید. 3 جلدشو به ما هدیه کردن، تعدادیشو که همیشه براتون گفتم. این 3 جلد رو ما داریم در اختیار شما میگذاریم. دونه ای 150 دلار، یعنی دونه ای 50 دلاره، ولی خانم عبدی گفتن که هر کس 3 جلد رو با هم بگیره 120 دلار بهشون تقدیم میکنیم. بعد کتاب های آقای پروفسور انصاری، استاد ارجمند من، که ارادت به حساب خالصانه و عجیب خدمتشون دارم، یکی از کتاب های نازنینشون هم ترجمه ایست به نام پول خون، از یکی از یک ایرانی ایرانیل است که در سازمان اطلاعات امنیت کشور اسرائیل خدمت میکرده. این مرد به نام آقای اری بن مناشه که مرد بسیار مطلعی است در تمام این به حساب مراودات و معاملاتی که در جنگ 8 ساله بین
ایران و اسرائیل و آمریکا و غیره، یعنی تمام سلاحایی که خریدن یه مقدار زیادیش از دست اینها بوده که عرض کردم اون روز خدمتون، الان میگم دقیقا مبلغشو، 82 بیلیون دلار، 82 بیلیون دلار فقط از اینها خریداری کردن. من در زمان کوتاهی که دارم از این یه قسمتی از این کتاب براتون میخونم. حالا همین آقای اری بن مناشه که ایشون مسئول و مأمور بوده که معاملاتی که ایران میخواد انجام بده، خریدای چیزای وسایل نظامی چه نوع و اکثرا کهنه، میگه از جاهایی که چیزای کهنه قرازه مال جنگای قبل افتاده بود تو بیابونا به درد نمیخورد، اینا رو میرفتن میخریدن، خودشون تعمیر میکردن، درست میکردن و مثلا اگر 1000 دلار تموم میشد به ایران میفروختن 100,000 دلار. خودش در این کتاب نوشته که کتاب خوندنیه. اینم باز من به یکی از عزیزانمون فرستادیم، یکیشو به من زنگ زد گفت که فلانی من اینو باور کنید که کتاب حدود 370 صفحه است، گفت من اینو ظرف 2 روز خوندم نتونستم بذارم زمین. خیلی خوندنیه کتاب، من یه گوشهشو میخونم. حالا ایشون میره با فرمانده نیروی هوایی ایران تماس میگیره و ببینید که چه مرابده‌ای در اینجا پیش میاد. یکی دو خطشو میخونم و یواش یواش چراغ روشن کردن، یعنی باید برنامه‌مو ببندم. میگه که در دیداری که بعد از او با فرمانده نیروی هوایی ایران داشتم، او درخواست کرد که ما از بنیاد ساختمانی راکتور اتمی و ساختمان‌های نزدیک آن عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای در اختیار آنها بگذاریم. بامداد روز بعد به من گفتند که با آیت الله هاشمی و وزیر دفاع تازه و حجت الاسلام کروبی، مردی که 4 ماه پیش از آن با جورج بوش یک دیدار بسیار سری کرده بود، ملاقات خواهم کرد. اینا که همش فوش میدن به آمریکا، ببینید که همشون با اینا دونه دونه ملاقات کرد. من با 3 مقام مذکور در اتاق کوچکی در ساختمان پارلمان دیدار کردم. همه آنها خندان بودند و اعلام داشتند که شورای عالی انقلاب با پرداخت بهای گزاف و سرسام‌آوری که اسرائیل برای فروش جنگ‌افزار درخواست کرده موافقت نموده است. کروبی پرسشتی کرد، چگونه میل دارید بهای جنگ‌افزارها به شما پرداخت شود؟ لطفاً، حالا این میگه، لطفاً مبلغ 1 بیلیون دلار به شماره حساب ما در اتریش واریز کنید. وزیر دفاع گفت، به همین سادگی؟ آیا ما میتوانیم به شما اعتماد کنیم؟ البته. حالا باز همین آقای مأمور اطلاعاتی اسرائیل میگه، البته شما میتوانید به ما اعتماد کنید، ولی توجه داشته باشید که پول باید نقد باشد، زیرا اعتبارنامه دردسر ایجاد خواهد کرد. اما برتری میدهیم که بهای جنگ افزارهای مورد نظر را هنگام تحویل به شما نقد بپردازیم. من لبخندی زدم، همون اسرائیلی میگه، و در حالی که سرم را تکان میدادم توضیح دادم، تا پول معامله را نقد نگیریم نمیتوانیم آنها را تحویل دهیم. اینا گفتن که ما وقتی جنس ها را گرفتیم پول میدیم، اون گفت نه، ما باید جنگ افزارهای مورد معامله خود را از تولید کنندگان آنها خریداری کنیم. کتاب بسیار خوندنیه، پول خون، ترجمه آقای استاد ارجمندم دکتر مسعود انصاری است. پیشنهاد میکنم خدمت آقایون بخونین. میدونید که بعد از من خانم عبدی میان برای مدتی طولانی، برنامه بسیار زیبایی و پربینندهی دارن. من یه شعری هست که میخوام براتون بخونم، همیشه میخونم در مورد خرید کتاب از ما. میگه، تو اگه هم صدام بودی هیچکی حریفم نمیشد، اگه کوه روی شونم بود کمرم خم نمیشد. همکاری کنید، همیاری کنید. امروز میدونید که 17 ماه 13 روز بیشتر نمونده و ما به همیاری های شما نیاز داریم. ما مجانی هم نمیخوایم و میخوایم که
کتاب از ما بخرید، کتاب اوردر بدید و این چراغ رو همیشه روشن نگه دارید. چراغ تمام روشن شد، یعنی دیگه من باید آخرین جمله‌ای که همیشه میگم با سپاس از کارگردان نازنین بهروز، ببخشید روزبه نازنین گلم، همیشه من این اسم رو اشتباه میکنم، و شعر آخر برنامه از خانم آزاده، دستیار زیبا و خوش سخن رضا فاضلی که میگفت نازنینم نازنینم چه دعا بهتر از این، گریت از سر شوق، خندت از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک. به یاد دوران پرشکوه گذشته و به امید رهایی و آزادی ایران در آتیه نزدیک شما را به اهورامزدای ایران می سپارم. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کابه آهنگری زهاکش، اتک دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز بخواب. مردداران دلیر جان بکف، سرفرازان سپاه از صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگردندن خرم شهر. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، کوس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینم از بیشه را، حالیز شیران بینم از خاک تو گر نیست جان من مدار، زنده در این بوم و بر یک